آقا سلام، خیلی مخلصم. خوش اومدید به ویدیو دیگه. اینجا چنل مستریکی محمد، هم اینجا سسوارسی هم با قفلها رو براتون میذاریم. اگر چند روز پیش آخرین شورت ویدیویی که گذاشتم رو دیده باشید، یعنی زنجیر آمریکایی معرفی کردم که با هیچ وسیله قابل برش دادن نبود به جز سنگ فرس. حالا امروز اومدم بهتون معرفی کنم چند تا مدل قفل کتابیه که چی روی اون زنجیر نصب کنید. حالا زنجیر رو ممکنه برای درهای آهنی حالا جای مختلف استفاده کنید، برای موتور استفاده کنید، برای قفل پدال به فرمون ماشین استفاده کنید. اینا رو هم بهتون میگم که بدونید استفاده و مصارفش برای کجاست. حالا امروز سه مدل قفل کتابی دارم بهتون معرفی کنم که با بستن این قفل کتابی ها و اون زنجیر ضد برش فولادی به هیچ وجه من الممکنی به جز سنگ فرز امکان نداره که نه قفلش باز بشه نه زنجیرش. حالا میخواییم بریم اون ستا قفل رو بهتون معرفی کنیم. بزن بریم ببین، شاید ازشون خوشت اومد و اگر هم خواستی سفارششون هم بدیم میتونی از طریق اینستاگرام mrkey.y با هم در ارتباط باشی، بهم دایرکت بدی یا بهم زنگ بزنی، اونجا میتونم براتون اوکی کنم. هر جای ایران هم که باشید براتون بفرستم. بریم اونا رو بهتون معرفی کنم. خب بریم برای اینکه چند مدل قفل با هم ببینیم و یه مدل زنجیر که به هیچ وجه قابل برش نیست. اول ببینیم سراغ زنجیر. اگر ندیدینش، ببین زنجیری همچین چیزیه، با یه همچین روکشی هم تقدیمتون میشه توی ابعاد 1.5 متر، 2 متر، 2.5 متر و 3 متر. روکشش رو میندازم که روکش هم ضد آب و برزنتی جنس خیلی خوبی داره. روی خود زنجیر اینجا یه USA G80 هک شده، زنجیر آمریکایی. قطرش 13ه و یه چیزی که تازه به فکرم افتادش و اونم باز تو امنیتش باز میتونه کمک به سزایی بکنه اینه که اگر روی زنجیر حتی با فرز بیام گیری یک بار اینو برش بدن بازم نمیتونن بازش کنن. یعنی حتما باید یک بار این ورش برش بخوره، یک بار این ورش که این قدفتی بیرون بیاد، قدفتی بیاد بیرون. طوری نیستش که بتونه اینجا رو مثلا چاک بده و با انبور دست و دوستو مثلا بندازه اینجا اهرم کنه و بازش کنه و حلقه رو بونه توش در بیاره. میبینی چه حال جالبه؟ یعنی حتی با سنگ فرزن بیاد خیلی طرف اسیر میشه، چون مجبور دو تا برش روی یه دونه حلقه ایجاد کنه برای باز کردنش. میبینیم حالا سر وقت قفلا، اولا که یه قفل پرشیانه که درش باز نمیشه. آی چقدر فیکسه. خب این قفل ایرانیه به این صورت، یه نیم دور کلید میچرخه، قفل باز میشه، بعد میبندینش، یه نیم دور برمیگرده. الان توی حالت قفله. حالا یه بار میخواییم بریم توی این ببندیمش. اولا که بذار یک بار ببندم نشونتون بدم، این که توی کار به این صورت کیپ میشه خودش یه مزیت خیلی بزرگیه که به هیچ وجه دسترسی روی این قفل وجود نداره. این میلم دو تیکه هست، همونطور که میدونی یعنی با فاصله شو اووردم خودم زدم روش که بدونید این میله از اون میله جدا میشه و مستثناست و یکی نیستن. توی این حالت به هیچ وجه دیگه این قفل قابل باز شدن نیست، مخصوصا اینکه کلید سولکسی میخوره. حتی با ابزار سولکسی داخل ایران هم چون ابزار خیلی مزخرفیان باز نمیشه و امنیت خیلی خوبی رو بهتون میده. خب این سراغ قفل بعدی، قفل یونیون. خب این قفل یونیون تمی چند وقتم دو سه تا ازش فروختم به مشتریامون، ببینم مشتریامون برای باغشون فروختم، به یکی دیگه با همین زنجیر برای موتورشون بهشون دادم. مثلا پراش دیگه اول زنجیر رو دید. خب حالا ببین این میفته داخل این زنجیر،
اینقدر زنجیر زخیمه خب توی اکثر قفلا که میفته دیگه روی کار زیاد جای بازی نمیده، مثلا اگه روی ماشینی موتوری داشته باشه کسی بخواد برش بزنه همونطوری سر برش زدنش خیلی اذیت میشه، چون یکی باید اینا رو اینجوری نگه داره یکی برش بزنه، توی برش زدنم هی قفل میلرزه هی اینا میان جلو دست و پاشو ممکنه حتی به خودش هم آسیب بزنه. کلید این قفل یونیون کامپیوتری، اولا که کامپیوتری چپه، توی اکثر این چیزهایی که حالا سرقت میکنن طرف یه دست کلید داره که اصولا شیارهای مصرفی بهشون میگن، حالا کلیدهایی که شیارهای مصرفی داره، این شیار قفل، این شیار این کلید کامپیوتری زیاد مصرفی نیستش، کلید چپه و اکثرا توی اون دست کلیدی که میخوان باهاش سرقت انجام بدن ندارن همچین کلیدی، به خاطر همین هم سرقتش کمتر میشه. بعدش هم ساچمه میتونید ببینید چه ساچمه های گود و بلندی داره توی تناسب خوبی که توی امنیتش بسیار تاثیر داره. قفل آخری هم که میخوام بهتون معرفی کنم قفل کوبالته، علی قفلا شون. این قفل رو چند بار معرفی کردم، این قفل خیلی 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 قلابه، کلید بی برای این بعد استفاده میشه، قفل باز نیست، کلید ای برای این بعد استفاده میشه، قفل الان بازه و حالا شما حساب کن همچین قفلی رو با یه همچین زنجیری یه جایی استفاده کن و حالا جسارت نمیکنم شما خودتون رو بذارید جایی یه دوزد میرسته وایسید، شما خودتون رو بذارید جایی یه دوز میخواد برید همچین قفلی رو بازش کنید روی یه دست سواره، اولین بر نگاه میکنی میبینی جای کلید داره، اون بر نگاه میکنی میبینی جای کلید داره، زنجیرش رو نگاه میکنی قطر 13 نه خم میشه نه ضربه روش تأثیری داره نه با قیچی بریده میشه، با سنگ فرز باید دوتا برش روش ایجاد بشه، قفل رو که کلن ولش کن، این میشه یه امنیت خار مادر برای هر جایی که دارید استفاده میکنید. حالا این قفل رو میتونید روی در آکاردئون استفاده کنید، روی در مغازه استفاده کنید، اگر زنجیر خوب دارید روی همون زنجیر استفاده کنید، یعنی خفن ترین قفلی که پیشنهاد میدم، پیشنهاد واقعا قفل هاتیه، خفن ترین قفلی که میتونم پیشنهاد بدم این کوبالت است، فکر کن دوتا کلید با شیارهای ماری، دوستان بگم البته توی قفلا این مدل از همه ارزون تره، بعدش این مدل و حالا بالاترین قیمتی که داره این مدلی که نسبت به کیفیت و کارایی و نوع کلید و سبک قفلی که میبینید طبیعیه و بازم میگم ثبت سفارشش رو من آدرس اینستا رو اینجا براتون میذارم، میتونید به اونجا پیام بدید اگر حالا قفل خاصی مد نظرتون رو میخواید سفارش بدید، بازم میگم هر جایی باشید براتون تیپاکس میکنم پست میکنم، یادم نمید میدم باروری بیاره اگر جایی باشید که تیپاکس و پست نداشته باشه، این میشه یه امنیت کامل برای موتور، این میشه یه امنیت کسایی که حالا موتور الان هم که ماشاءالله ماشاءالله به نازم موتور الان زیر 100 میلیون 200 میلیون نیستش، شما با یه هزینه جزئی میتونید بهترین امنیت رو داشته باشید و اینکه خیالتون کلن از لحاظ اینکه مورد سرقت قرار نگیرید راحت باشه، چون این قفلی نیستش که بتونن سرقتش کنن و به راحتی بزنن و ببرن و حال کنن و ببخشید به ویشتون هم بخورد. همین چند روز پیش و یه چیزی که خیلی تو مخ منه، آقا منتظر نشینید دوز بزنه بعد بیایید قفل بگیرید، چند روز پیش مشتری من زنگ زده خونه زندگیم بردن، من ویدیوهای یوتیوب شما نگاه میکردم الان میخوام بیای بعد من از اون قفل نصب کنی، بهش میگم خب داداش چرا قبلش این کار نمیکنی، فکر نمیکردم والا بلا اتفاق همیشه بعد بقیه نیست. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید،
بعد ثبت سفارش هم به اینستا برام پیام بدید یا حالا شماره هم اونجا هستش، میتونید با هم در تماس باشید، سفارشتون رو انجام بدید. حالا چه قفل کتابی، زنجیر، قفل آویز، قفل مغزی، در خونه، در آپارتمان، ضد سرقت، هر جایی در خدمت هستم. اگر از این محتوا خوشتون میاد حتما چند رو سابسکرایب کن، ویدیو رو لایک کن، ایده سوال یا نظری هم دارید تو کامنت ها واسم بنویس. اینکه خیلی مخلصم، تا یه ویدیو دیگه، خدافظ.